أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأتم نعمته علينا يا بالولاية المرتضوية وأكمل لنا ديننا بالهداية حيدريه. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الهداة المهديين المنتجبين لا سيما على سيدنا وسندنا ومهجة قلوبنا إمام العصر الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجا. قل با صفاستم ما بی تو صفا ندارم گر بر رخت نخندم در باغ جا ندارد مولای من پیش تو ماه باید رخ بر زمین ساید بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد جان جان چه قابل بر رو نمای رو بیرون مای رویت گل رون ما ندارد یبن الحسن یبن یبن حسن يا ابن مولا جان دلم گرفت ز دوران چرا نمی آیی امان ز قصه هجران چرا نمی آیی آقا جانم یبن الحسن
دلم ز غیبت تو کویر خشکی شد، کجای ابر باران چرا نمی آیی؟ یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، يا ابن ال اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك التوام وتمتأه فيه طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. هدیه به پیشگاه ملکوتی امام زمان، سلامتی و تعجیل در فرج حضرت، آمرزش و مغفرت اموات، اموات جمع حاضر، اموات بانیان محفل و این بنا، صلواتی عنایت کنید. بر خود لازم می دانم از حوصله مندی تمام بزرگوارانی که در این چند شب وقت رو بر عزیزان تنگ می کردیم، خواهران و برادران و محترم پوزش و معذرت خواهی دارم و از حسن نظر بزرگواران نسبت به حقیر کمال امتنان رو دارم. خداوند متعال انشاءالله توفیق نوکری در خانه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام رو به ما و شما ارزانی داشته است. این نعمت رو از من و شما دریغ ندارد و انشاءالله در مابقی مسیر و عمر هم در این مسیر بتوانیم محضر حضرات معصومین علیهم الصلاة والسلام عرض ارادت کنیم که من ز خود هیچ ندارم که بدان فخر کنم، هر چه دارم همه از نوکری توست حسین، جز در خانه تو هیچ کجا خیری نیست، هر چه خیر است همه بر در خانه توست، هر چه خیر است الخیر كله فی باب الحسین. الحمدلله جلسات خوب و پرشور توأم با حوصله مندی از قبل از ساعت 7 که خدمت عزیزان می رسیدیم تا پاسی از شب بزرگواران با تمام گرفتاری ها با تمام مشقت ها حضور داشتن، هم بانوان محترم هم آقایون گرامی. خدای متعال انشاءالله این عرض ارادت ها را از عزیزان قبول بفرماید و توشه راه آخرت همه ما و شما قرار بدهد. توفیقی بود در این چند شب بحثی رو محضر عزیزان اشاره میکردیم که اگر انسان بخواهد اعمال او قبول شود راهکارش چیست، شرایطش کدام است. شرط اعتقادی که ایمان و باورمندی به خدا بود رو بحث کردیم، شرط اخلاقی که اخلاص و تقوا بود محضر عزیزان گفته شد، شرط خانوادگی که خوش اخلاقی بود رو هم چند شبی به بحث نشستیم، دو تا شرط دیگر هست به شکل مختصر توفیق باشد در این نوبت محضر خواهران و برادران بحث میکنیم. از جمله شروطی که میتواند سبب قبولی و پذیرش عمل آدمی شود شرط اجتماعی است.
شرط اجتماعی هم به معنای این است که انسان در نیت و در عمل خیرخواه و خیررسان به دیگران باشد. اگر گزندی از جانب دیگران متوجه ما شد، خیلی به دل نگیریم که صورت نبخش در دل من کینه کسی. آینه هرچه دید فراموش میکند. این رو آدم تمرین کنه. یکی از بزرگان محضر حضرت آیت الله شیخ حسن علی نخودکی رسید، جزء اولیاء الله بوده است. بعد گفت یک نصیحتی به ما بفرما که آویزه گوش ما بوده باشد در مسیر دین و دینداری. فرمود در زندگی دو کار رو هیچگاه فراموش نکن: مرنج و مرنجان. کسی رو آزار نده، رنج نده، اسباب مشقت رو برای دیگران ایجاد نکن و متقابلت خودت هم از دست دیگران مرنج. ای که آدم دیگران رو رنج بدهند خب چیزیست، اما ای که دیگران آدم رو بیان رنج بدهند چیز دیگر. یکی حداقل دست بنده نیست، دیگران هستند اسباب رنجش خاطر ما رو رقم میزنند. حالا گفت نه برنجان نه هم برنج. خب نرنجاندن کار خودم هست، انجام نمیدم، اما چه کار کنم که نرنجم؟ یک مقداری باید انسان دل دریایی داشته باشد، گشاد دل بوده باشد، سعه صدر داشته باشد. موسای کلیم وقتی که به پیغمبری برگزیده شد، یه تقاضاهایی رو از خدا مسئلت کرد. اول همین است که رب اشرح لی صدری، خدای شرح صد بهم بده. قرار است یه چیزهایی به اونها گفته بشود. هر کسی که حرف ما رو قبول نمیکنه، خدایا توان بده که اگر مقابلم ایستادن، حرفم رو تکذیب کردن، اصل پیغامبری من رو آمدن تکذیب کردن، من جا نزنم، قبول کنم، بپذیرم، سست نشم. گفت مرنجان وظیفه خودته. اما اون چیزی که سخت‌تر است، مشکل‌تر اینه که آدم در مقابل رنجش‌هایی که برای او ایجاد می‌شود، آدم خودش رو کنترل کنه. انسان یک موجودی است اجتماعی. سعادت بنده گره خورده است به سعادت دیگران، کما این که دیگران اگر انسان‌های شقی بوده باشند، شقاوت اونها بر سر من هم می‌تواند سایه بیفکند. یعنی آدم موجودی است اجتماعی. وقتی که اجتماعی شد، برای پذیرش عمل گفتن حواست جمع باشه، غیبت دیگران رو نکن. اگر غیبت کردی، اعمالت در حاله از ابهام قرار میگیرد، قبول نمیشه. اگر با سخنت، با زبانت، با فکرت، با عملت دیگران رو آزار بدی، عملت پذیرفته نیست. وقتی که اجتماعی شدید، باید با یک دیگر پیوند داشته باشید، ارتباط داشته باشید، با هم رابطه داشته باشید. صله رحم به خاطر تأمین همین مسئله است. گفت بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. نزدیک، برادر، فامیل، پسر، عمو، اما هیچ گونه ارتباط بینشان نیست. اینها باید از زندگی انسان دور بشه. اگر میخواهی عبادتت پذیرفته بشه، پیش شرطش همین شرط اجتماعی است. خیرخواه انسان بوده باشد، خیر رسان به دیگران بوده باشد. چقدر دین ما نسبت به انجام کار خیر و این که انسان خیری به دیگران برسانه تأکید میکنه، چقدر تأکید میکنه. اگر انسان اهل خیر بوده باشد، خیر به او خواهد رسید. اگه سعی کنیم در زندگی یه خیری، برکتی، رزقی، فیضی از ما به دیگران برسد، خدا او رو مضاعف میکند، به خود ما برمیگرداند. گفت یه شخصی خیلی آرزوی کربلا داشت، در اربعین میخواست بره کربلا، اما دستش خالی بود. با هزینه هایی که بود، این بنده خدا نمیتوانست بره. گفت ما که خب نمیشود اربعین بریم، گرفتاریم. همین هزینه رو میدیم که یه آقایی که مشکل داره، گرفتاره، بفرمایید از نظر اقتصادی نمیتواند، اما حقیقتا عاشقه. پولو کنار گذاشت، گفت فلانی غیر از من و تو هیچ کی نفهمه، بگی برو. رفت، به سال نکشید، هم مکه رفت، هم کربلا رفت.
وقتی که دل آدم به دست بیاوره، دلش به دست آورده می شود. این زندگی که ما داریم، اصلا این طبیعت، تمام جهان هستی عین دومینوست. دیدید قطعاتی رو کوچیک کوچیک کنار هم میچینن، اولی رو که میندازن میفته رو دومی، سومی، چهارمی، هزار تا که باشه همه میفته. چرا؟ چون با هم ربط دادن. ما آدم ها هم عین حلقه های زنجیر به هم مرتبطیم. یه دلی رو انسان شاد کنه، دل شاد میشه. دلی رو آدم برنجاند، مطمئن باشد که رنجور میشود. هر دست که دادن از آن دست گرفتن. این قانون طبیعت است. این فرمولی است که خداوند متعال در هستی آمده تعبیه کرده است که اگر دل به دست آوری، دلت به دست می آید. دل برنجانی، دل مکدر خواهی شد. منی که می توانم دست یک فقیری رو بگیرم، منی که می توانم مشکلات فکری یک گرفتار رو حل کنم، اگر امتناع کنم، روزی که خودم مجبور میشم، گرفتار میشم، کسی نیست گره گشایی کنه. گفت خدا نگیرد دستشان به روز مسکینی، که دست ما نگرفتند و میتوانستند. میشد دستگیری کنه، اما از کنارش بسیار ساده عبور کرد. آدم باید عین آب باشه. آب رو نها کنی؟ آب وقتی که از یک گودالی رد میشه نمیتواند بیتفاوت باشه. اول این گودال رو پر میکنه، اول او رو سیراب میکنه، اول او رو لبالب میکنه، بعد به راه خودش ادامه میده. بیتفاوت نیست. ای کاش من انسان هم همین درس رو از آب زلال جاری در حال جریان یاد بگیرم که بیتفاوت نسبت به دیگران نبوده باشم. یعنی خیرخواهی، یعنی خیر رسانی. و این خیرخواهی و خیررسانی میتواند شرط پذیرش عمل آدمی بوده باشد. یه عالمی به شهادت رسید، چند تا بچه یتیم از او باقی ماند، سال 58 چند تا بچه یتیم از او باقی ماند. برخی از برادران داغدار شدند، برادران همین شهید، اما این که بیان نسبت به زن و بچه این برادرشان مقداری بفرمایید سایه حمایتی داشته باشند، اصلا دنبال کار خودشان بودند. اما یک برادر به شکلی بفرمایید زندگی میکنه، عین شمع سوخت، اما دو تا خانواده رو خرج داد. بچه های خودش رو طوری تربیت کرده بود که حتی به او پدر نگوین. فرزندان او هم تا 5 سالگی 6 سالگی به پدر خودشان عمو میگفتن، چون برادرزاده های شهید او را عمو صدا میکردن. به پسرهای خودش، به دخترهای خودش هم یاد داده بود که به من عمو بگید، پدر نخوانید. خب بعد از حدود 40 سال آدم وقتی نگاه میکنه این برادران بیتفاوت به کجا رسیدن و این برادری که شمع وار سوخت، آب شد، نور تولید کرد، گرما بخش زندگی برادر شهید شد، این چی کار شد؟ اونها فرزندانشون آدمای خوبی هن، اما یه جایگاه معمولی دارن در بین جامعه. یه کاسبیست داره کاسبی میکنه. یه شخص دیگه نیست که متاسفانه از دست پسر خودش میکشه. اما این شخصی که سوخت، وقتی که نگاه میکنه یه پسرش دکترا داره، جایگاه اجتماعی و خوبی داره، در دانشگاه تدریس میکنه، یکی انجینر است، مهندس است، و یکی هم استاد دانشگاه. نگاه میکنی لذت میبری. خب چی کار شده؟ چون ای سوخت برای دیگران، خدا هم ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو مأمور میکنه تا فرزندان او به جایی برسن. بی تفاوت باشی، خدا هم بی تفاوته. دغدغه من بوده باشی، خدا هم دغدغه اهل و عیال تو رو خواهد داشت. خیرخواهی یعنی بی تفاوت نبودن در قبال دیگران. قرآن ما رو که دعوت به کار خیر میکنه، بعد افرادی رو که نسبت به کار خیر هستن رو هم به یک شکل میاد معرفی میکنه. گاه میگه و ما تفعلوا من خیرن فلن یکفرو. آجان کار خیری بکنی حتما حتما اثرش رو میبینی، خودت نبینی اهل و عیالت خواهند دید. و ما یفعلوا من خیرن فلن یکفرو. کار خیر بکنی میبینی.
گاه میفرماید عده‌ای هستند نه تنها کار خیر میکنند که در انجام کار خیر از بقیه جلو میزنند. فاستبقوا الخیرات، جلو بزن. سارعوا الی مغفرة من ربکم، شتاب داشته باشید. عده‌ای هم هستند اینا اشحتن علی الخیر، اگه کسی بخواد کار خیر بکنه اینا لجشون میگیره. عده‌ای هم هستن مناع للخیر، اگر شما خواسته باشی کمک کنی به جامعه اسلامی اونا جلو تو میگیرن. تو خواسته باشی اگه عمل نیکی انجام بدی میگن آقا پیغمبر شدی غم رو غم امت بکنی. ول کن، مناع للخیر هستن. قرآن میفرماید اگه کار خیر بکنی اثر و سود و ثمرش در زندگی خودت نمایان خواهد شد. منتها یه روایتی است، اینو هم خدمت خواهران و برادران گرامی به عنوان یادگار از امام باقر سلام الله علیه عرض کنم. امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی میخوای کار خیری انجام بدی با سه دیدگاه این کار خیر رو انجام بده. سه چیز مد نظرت باشه در همه کار خیری که میخوای بکنی، سه چیز رو حتما حتما مد نظر داشته باش. اول تستیره، پوشیده باشد. به تعبیر چراغ خاموش حرکت کن. به هر کی هر کی نگو قرار هست تو این کار رو بکنی، هنوز انجام نداده مثلا تند به فیسبوک ها پخش میکنی، خب شاید انجام ندی. بنده خدای میگفت دخترانی داشتم اینها رو یک به یک در عالم بیشوهری شوهر دادم، یتیم بودن، همه اینها رو شوهر دادم، 5 تا دختر داشتم. آخری رو که خواستم به خانه بخت بفرستم برادرم گفت خانم خواهر انشاءالله در تهیه جهیزی هم در خدمت هستیم، یک نخی به این نخودی به این آش مندازیم. میگه بچهشم بود، زنشم بود، پیش اینا آمد گفت، میگه نشان به همان نشان، خواستگار خوبی آمد، ما دختر رو دادیم بردن. روزی که جهیزیه دخترم رو میبردم خب همه گفتن این خانم بیوه زن از کجا آورده یه همه خرجی دختر کرده، همه گفتن برادرش حاجی فلانی کرده. گریه میکرد میگفت یک تومن به من نداده اما آبروی من رو چوب حراج زد، آبرو ما بود، یک تومنم کمک نکرد. گفت یک نخود به این دیگ میندازم، گفت همون نخود رو هم دریغ کرد نداد و نینداد اما به جاش آبروی ما رو بر سر بازار پیش همه خراب کرد بود. امام میفهمند تستیره، پوشیده باشه، مخفی باشه. اگر تو مخفی کنی خدا برملا میکنه، اگر تو بفرمایید مخفی بداری بد میشود. و کم من صناع جمیل لست و اهل له نشرته. خدایا یه تعریف هایی بر زبان دیگران از ما میشه، لیاقتش رو ندارم اما تو بر زبان میندازی. تستیره یعنی چرا خاموش حرکت کن، مخفیانه باشه. دوم امام میفرمایند تصغیره، یعنی کار اگرچه که بزرگه اما تو کم ببین، بگو چیزی نیست، کاری نکردم، وظیفه بندگی خودم را انجام دادم، رقم درشتی بوده است. اما آدم او رو باز هم کم ببیند. شیخ اعظم انصاری چنین بزرگواری بوده، کارهای بزرگی انجام داده اما هیچ کدام به چشمش نیامده است. آیت الله العظمى بروجردی وقتی که میخواست از دنیا بره، بزرگان شاگردانش که هر کدام بعدها شدن مرجع تقلید مثل آقای گلپایگانی، آقای عراقی، آقای شیخ سید شهاب الدین نجفی مرعشی، اینا جز بزرگان مراجع بودن دیگه، دور بستنش نشسته بودن در حال احتضار بود آقای بروجردی. هر کدام اینها آمدن میگفتن آقا جان شما الحمدلله این همه خدمت کردی، کتاب نوشتی، جامع الاخبار لاحادیث شیعه 40 جلد کتابه، این همه مجتهد تربیت کردی که شدن مراجع نسل بعد، مسجد ساختی، حسینیه درست کردی، درمانگاه ساختی در آلمان، بهترین جاش در شهر هامبورگ، بهترین نقطه آمدی مسجد مرکز اسلامی امیرالمؤمنین امام علی، همه اینا رو داشتن میگفتن. اما نها کنید کار حجم داره، زیاد هست، فهرست طولانی است. اما این بزرگوار طرفشون نگاه میکنه میگه بله این کارها رو من کردم اما خلص العمل فان الناقده بصیر بصیر،
خدا که به حجم نگاه نمیکنه، خدا که به تیراژ نگاه نمیکنه، خلوص میخواهد، کم میبیند عمل خودش رو. امام فرمودند در انجام کار خیر سه نکته رو مد نظر داشته باش: اول پوشیده باشن، دوم این عمل رو کم ببینی، سوم تعجیله، سریع اقدام کن، سریع اقدام کن. بزرگواری میگفت قانون بود که یک بیمارستانی ساخته میشه، ما نیاز به یک دستگاه دیالیز خون داشتیم، مالا مثلا چندین سال قبل. یه بزرگواری از دوستان متنفذ تاجر ما رو در خیابان دید، خبر شده بود که ما چنین کاری رو میخواییم انجام بدیم. میگه کتش سر دستش انداخته بود، میخواست مثلا این کت رو بده خشکشویی بشوره. میگه ما رو دید، یه چکی دن آورد، نوشت، داد دست ما، گفت این کت رو باید ببرم دیگه، کار دارم. میگه یک مبلغ بسیار سنگینی به ما کمک کرد. گفتیم خب حالا که سویده باشه باز بعدا. گفت از کجا معلوم، شاید مرد، اجلم رسید. میگه به خشکشویی نرسید، افتاد مرد، اما قبلش این کار خیر رو کرد. تعجیله یعنی همین، سریع تا تنور گرمه، تا تنور داغه، این خمیر عمل صالح رو بچسبان. این ستا رو آدم مد نظر داشته باشه، سریع و شتابان آدم انجام بده. ای که گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، همینه. در وقتی که میخوای کمکی بکنی، کار بفرمایید، به امروز و فردا نندازین. یک شاعری است در زمان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی، به نام اعشا، آمد که مسلمان بشه. عده دورش رو گرفتن، گفتن خبر داری اگر مسلمان بشی باید نماز بخوانی؟ گفت بله، خب میخوانیم دیگه، بقیه انجام میدم، ما انجام میدم. گفتن اعشا خبر داری اگر بخواهی مسلمان بشی برخ از کارهای بی افتی دیگه انجام دادنش بر تو ممنوع میشه؟ گفت ما پیر شدیم دیگه نمیشه، رها میکنم. گفتن اعشا ای پیغمبر میگوید که شراب خوردنم حلال نیست. یسالونک عن الخمر والمیسر، شرابم جایز نیست. اینجا که رسید ترمز کرد، گفت هنوز سیر از شراب نشدم، دوستانم هنوز بخورم. گفت میرم چند سال بعدی میام و مسلمان میشم. آقا رفت دیگه بر نگش، مرد، در همون حالت از دنیا رفت. ای که میگن وقتی تصمیم کار خیر گرفتین تعجیل کنید، مرادش همینه. عده وقتی کار خیر میخوان انجام بدن هستن، عده جا میزنند، عده جار میزنند. جار زدن یعنی به همه گفتن، یعنی رسانه ای کردن. جا زدن یعنی شانه خالی کردن. نقل میکنن یک طلبه رفته بود به یک شهری، به یک روستایی برای تبلیغ. خب منبرهای خوبی میرفت، منبرهای حماسی و آتشی، کت خدای ده هم پای منبر او بود. خیلی هم از صحبتاش خوشش آمد. یک روزی منبرش که تمام شد، آمد پیش آخوند و ملا، گفت آه خیلی منبر خوبی رفتی، بارک الله، ایطور بود ایطور بود. گفت من کت خدای ایده هستم، ارباب ده هم. روزی که خواستی بری، یک کیسه برنجیست، یک حلب روغنی، از ما خدا قبول کنه، درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ما ایم و کهنه دلقی کاتش داران توان زد، همی و هست کم ما و کرم شما. گفت هر وقت خواستی بری بیا که این برنج و روغن رو بهت بدم. خب بنده خدا منبراش که تمام شد، دهه تمام شد، آمد پیش ارباب، گفت ما دیگه برای امروز بلیط داریم که بریم. گفت خب انشاءالله به سلامتی بریم. ای میخواست سر صحبت رو باز کنه، کیسه برنج چی شد، حالا به روغن چه کار کن؟ این نفهمید. از آخر صاف و پوسکنده گفت به ما وعده دادی برنج بدی، روغن بدی. گفت برو عاشق، دلت خوشه، یک حرفی زدی تو من خوشم آمد، ما هم گفتیم یک حرفی بزنیم تو خوشت بیاد. برنج کجا بوده، روغن کجا بوده؟ اینا اهل جا زدنن، وعده میدن اما هزار وعده خوبان یکی وفا نکند اینجا دیده میشه. حالا شرط پذیرش عمل در بعد اجتماعی خیرخواهی و خیررسانی است. شرط آخر شرط اقتصادی است، یعنی انسان واجبات مالی خودش رو انجام بده.
نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میرویم، در کنار همه اینها و دو بعد عبادی واجب رو هم در زمینه مسائل مالی آدم مد نظر بگیره. آقا پیغمبر در شب قدری بود، خیلی ها میامدن داخل مسجد احیا بگیرن، یه چند نفر رو به اسم صدا کرد، فلانی بلند شو، فلانی برخیز، بعد فهمودن اخرجو من المسجد، بفهمید بیرون تشریف ببرید. به تعبیر پیغمبر اینا رو بیرون کرد، بهشون برخورد، یا رسول الله چرا ما رو از خانه خدا خارج کردی؟ ما آمده بودیم عبادت کنیم، راز و نیاز کنیم، شب قدر است، قرآن به سر بگیریم، ما رو تو از خانه خدا هم بیرون کردی، چرا؟ علتش چیه؟ پیغمبر فرمود به خاطر این که لأنکم تصلون ولا تزکون، شما نماز میخوانید اما زکات نمیدید، و نماز و زکات هر دو کنار هم است. دین اگر بخواهد بفرمایید گردونه دینداری به چرخت، باز لازم است که من و شما یک مقداری توجهات مالی هم در این زمینه داشته باشیم. این پنج شرط در خصوص پذیرش و قبولی عمل. میشد بیشتر از این بحث رو محضر عزیزان با تفصیل بیشتر اشاره کنیم، به همین میزان انشاءالله کفایت میکند. امید که انشاءالله خدای متعال توفیق فهم و درک و عمل به معارف قرآن اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما و شما کرامت بفرماید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله الحسین علیه السلام و ایام غم و حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام. بین ما رسم دیگه، وقتی که میت رو دفن کنن بعد براش مجلس عزا میگیرن. امروز دیگه بدن نازنین ابی عبدالله الحسین علیه السلام دفن می شود. 12 محرم امام سجاد با پای اعجاز می آید، این بدنهای غرق به خون و گلگون کفن شهدای کربلا رو در خانه قبر جای می دهد. قصد زیارت کنیم، سلام محضر حضرتش تقدیم کنیم. امید است که انشاءالله سلام ما رو بپذیرن، همه من و شما رو دعوت کنن از نزدیک در صحن و صنای باصفای خودشان در کربلا، اونجا برای حضرتش عرض ارادت کنیم. السلام علیکم یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه يا أبا عبد الله بهر کوی و هر بزم و هر انجمن سلام خاک پای حسین و حسن پدر در دو گوشم سرود این سخن که ای نازنین طفل دل بند من حسینی بمان و حسینی بمیر امیری حسینون و نعم الامیر امیری حسینون و نعم الامیر اگر چه گناه کار و آلودم به خاک مزارش جبین سودم دمی بی ولایش نیاسودم گرفتار و دل دادش بودم از آن دم که آب و گلم شد خمیر امیری حسینون و نعم الامیر دریغا که شد خاک صحرا کفن
بران کشته پار پار بدن سرش نوکنه با خدا هم سخن نگاهش زرنه به طفلی صغیر امیری حسینون و نعم الامیر مثل امروزی مردان طائفه بنی اسد آمدن بدنهای پار پاره شهدای کربلا رو ببینه خواستن این بدنها رو دفن کنن اما متحیر و سرگردان بوده خدای شهید رو یا از روی لباس تشخیص میده یا هویتش رو از رو سرش میشناسه اما بمیرم برا شهدای کربلا نه لباسی به تن داره نه پیرانی به تن داره نه سری در بدن چه کنیم با این بدن ببینن یه زواری نزدیک شد بنی اسد کشتن دین ها ولی جان من گر غریبند آجنایان من من این شهدان رو میشناسم درست غریبن اما من این رو میشناسم این شهدارا سر به سر همچون پدرها را پسر فرمودن ای بدن حبیب ای بدن زهیر ای بدن مظلم ابن اوسجا یک یک شهدا رو معرفی کردند و دفن نمودند فرمودن بنی اسد ای بدن پار پار ای برادرم علی اکبر ای بدن نوجوان ما قاسم ابن الحسن آمدن گفتن آجان کنار نهر القمه یه بدنی که دست نداره عمود آهن به فرقش زده بدنش جاک جاک و پاره پاره فرمود امو جانم عباس رو هم دفن نمود یه زمانی امام سجاد عزم گودال قتلگاه کردن بنی اسد آمدن کمکشون کنن فرمودن لازم نیست انما معی من یعیننی هستن کسانی که منو کمک کنن یعنی جدم رسول الله آمده یعنی مادرم فاطمه اینجا اما فرمودن بنی اسد یه بوریا بیاری بمیرم پاره های بدن پاره پاره پدرش رو در بوریا داخل خانه قبر گذار مستحب میگن وقتی میتو دفن میکنن بند کفنشو باز کنی
بیایید صورتش رو به خاک قبر بگذارید، بمیرم برای امام سجاد، اگه بخواد این عمل مستحبی رو انجام بده، بمیرم ببین بابای قریبش زر در بدن نداره، لذا خم شو ای لبها رو بر رگهای بریده ی حلقوم بابا آذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه أدشانا بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي يا أبا عبد الله.